به من زلزله بارون من آروم چی شد. شوی تلویزیونی رنگارنگ دارم عاشق میشم. بتی با این ترانه به اوج شهرت رسید. میگرده تو حسم که مثل حس بلوغه، چجوری بگم چیه اون. وقتی کوچیک بودم خیلی علاقه به رقص و نمیدونم این چیز رو داشتم، ولی وقتی وارد این کار شدم به من مثلا خیلی گوش زد کردم مادرم، مثلا که خیلی سنگین باش، سنگین باش، سنگین باش مدام، و من زیادی سنگین شدم و پشیمون شدم بعدا از این موضوع. که تو رو پرستیدم از خدا نترسیدم، واسه کبیر خشک قلبه مثل بارو شدم باریدم. اگه تو خاک بشی من گردم، اگه تو فم بشی من دردم، ای که شمی و من پروانه همیشه دور تو میگردم. اون موقع خاطره دارم از دوستانم و با میتونم بگم 98% خواننده ها، هنرمندان، به خصوص دورش خودم یعنی خواننده ها در ارتباط بودم و همدیگر رو مدام تو استودیو میدیدیم، تلویزیون میدیدیم، شمال دوره هم جمع میشدیم. خاطرات بسیار زیبایی دارم از اون دوره و هنوز باور کنین در همون دوره زندگی میکنم، یعنی من هنوز اونجا وایسادم. زمانی که انقلاب شد خب به هر حال توقع من اصلا نداشتم، نه من بلکه تمام هنرمندا، شاید یا بیشتر هنرمندا توقع نداشتیم و فکر میکردیم که فضا یه مقدار مثلا سالونای کاباره که معمولا همه ماها تو کاباره ها برنامه اجرا میکردیم، نه فقط من، همه خواننده ها در کاباره ها اون زمان یا کنسرت ها در شهرستان ها همه جور برنامه، فکر کردیم که فقط تبدیل به سالون های کنسرت میشه. متاسفانه دیدیم که نه، همه چیز تغییر کرد. بنابراین من خب برای همه سخت بود، خیلی زودتر از ایران رفتم و من هم موندم تا سال 1984 میلادی در ایران بودم. به هر حال پیش مادرم بچه‌ام بودم و گذروندم. فکر کنم احساس خیلی از هنرمندایی که مثل من موندن زیاد بودن، کم نبودن، چون همه نیومدن بیرون. واقعا مثل یک، میتونم شبیه بکنم به یه پرنده که بالش رو شکستن یا بستن و توی قفس گذاشتن و دلش رو شکستن. بخند عزیزم فردا تو راه، حلقی از نور تو دست ماه. بخند عزیزم شب غرق رازه، اقدام کردم راجع به اینکه به مجوز بدم بخونم برای خانوم‌ها حتی، ولی اصلا موفق نشدم. بعد از یکی دو سال دوندگی هیچ مجوزی رو بهم ندادن، اجازه ندادن، فقط وعده وعید دادن ولی عملا هیچ کاری انجام ندادن. دلیل خارج شدنم از ایران واقعا نه حجاب بود، نه مشکلاتی، خب مشکلاتی که به هر حال به وجود اومده بود، همه نه همه مشکلات امثال این منظورم نبود، یعنی حجاب این چیزا برام مسئله نبود، ولی خیلی از مسائل دیگه برام آزار دهنده شده بود. 20 سالش رو که مجبور بودم سکوت کنم، یعنی 20 سالش که خب در ایران بودم و اجباراً سکوت کردم. بعد از اونم که اومدم، زمانی که وارد کانادا شدم در سال 2005، دو سال بعدش به لس آنجلس رفتم و یک آلبوم به اسم لبخند قدیمی رو ارائه کردم با همکاری هنرمند عزیز آقای پرویز قدرخانی و توسط کمپانی کلتکس به بازار اومد. اگه بازم منو خواستی که ببینی، من همون جا پشت لبخند قدیمی،
آلبومم هست، اسمش فردا تو راهه، که اتفاقا جالبه که اولین آهنگی که من در این آلبوم خوندم فردا تو راهه بود اسمش. موزیک ویدیو شد و بیرون اومد، پخش شد، خیلی با استقبال مواجه شد و الان هم که ما آلبوم رو منتشر کردیم آخرین ترانه باز اونو گذاشتیم، یعنی نوید رو به مردم دادیم که به هر حال فردا تو راهه. یه چیک شادی، یه مش ستاره، یه دل که هیچ وقت آروم نداره. ما با همینا خوشبخت و شادیم، ما حق شدیم تو برگای تقویم. ما با همینا خوشبخت و شادیم. من این آلبوم رو مدیون زحمات بابک صحرایی عزیز هستم که واقعا بی نهایت احساس زیبایی رو به من با ترانه‌هاشون منتقل کردن و باعث شدن که در واقع من تشویق بشم به دوباره ضبط کردن آلبوم. هنوز ته آرزوهام یه بغضی آزارم میده، من ترهی از یه برکه ام که رنگ ماهو ندیده. آلبومم شامل بیشتر من عاشقانه خون هستم، بیشتر عاشقانه میخونم، ولی خب به هر حال آهنگ ستاره رو هم در سال 57 اجرا کردم که حال و هوای اجتماعی داشته و در این آلبوم هم خب الان خیلی علاقه من شدم به کار اجتماعی، خیلی دوست دارم. بهتی امروز خب مسلمم مثل همه افرادی که پخته تر میشن به تکامل میرسن، مسلمن این مسیر رو من هم طی کردم و به تکامل رسیدم و پخته تر هستم و آگاه تر و ای کاش انرژی و شرایط زندگی هم به همون مقدار باشه. عاشق وطنم هستم و عاشق تمام هممیهنانم در همه جای دنیا و اگرم میخونم به خاطر واقعا مردم هست، چون سخته در غربت، خیلی مشکله برای ما، شرایط راحت نیست مثل ایران که آدم راحت باشه و همه چی شکوفا باشه، راحت باشه. الان مشکله، ولی اگر واقعا ما میخونی فقط به عشق مردممونه و واقعا دوستشون دارم خیلی زیاد. بهنود مکری، صدای آمریکا. با یه دنیا فاصله بود، تو حتی سریشو کم نکردی، تو حتی لحظه ای در کم نکردی، ندونستی چرا دلگیرم از تو، نخواستی از غمم چیزی بدونی، خراب کردی پلای بینمون.